بچه حدود ساعت 6 بعد از ظهره دارم میام سمت بومگردی مهندس جمالی، بومگردی کلبه باغ، و اینکه خدمت رو عرض کنم که چیز خاصی نیست، رم تا خیرتناخ پر زیاد، نمیتونم ویدیو بگیرم، برم بیافتم رو ویدیوها و شروع کنم ادیت کردن. بچه ها قریبه که نیستین، چشام دیگه کم سو شده و خیلی گشنم، گرسنه. یعنی بعد از صبحانه اولا غیر از 1 کیلو موز هیچ دیگه نخوردم، الانم تا آخر شب که شام بخواد مهندس بده خیلی دیره، و یه ساندویچی دیدم گفتم برم یه ساندویچ کوچیک بخورم یکم ته دلو بگیره تا بعدش. امان از شکم گشنه. بفهمی بچه آخه خدا شکر شکم سیر چقدر خوبه بچه ها، واقعا به اصلا کس عرفانی خوبی با آدم دست میده. و اینکه دارم میام به سمت کلبه باغ مهندس کمالی عزیز. خب بچه ها ماشین رو پارک کردم توی پارکینگ اختصاصی اقامتگاه بومگردی کلبه باغ. عجیب احساس خستگی میکنم، نمیدونم چرا این حس اومده سراغم، اصلا انگار جون ندارم، نمیدونم خاطر فقر غذاییه، به خاطر فقر روحیه است، به خاطر کمکاری و پرکاری زیاده. بچه های محلم که اینجا دارن جلو میدن و دیگه قوانین اینجا گذاشتن، قوانین که نه، گفت آقا بوق نزن، صدای ضبط بلند نکن، تو محل صحبت بلند نکن، حقیقت هم داره دیگه، به حال محل کسبه و این هم کلبه باغ داغ. بریم ببینیم که چه خبره امشب اینجا. بسیار ساکته، دیشب خیلی شلوغ‌تر بود چون شب جمعه بود، البته امروز هم بعضی روز جمعه و شلوغه. وایسیم اینجا ببینیم دایی رو پیدا میکنیم، شوف اگه خود مهندس نباشه. قربونت میام فلاس رو پر میکنم، از دست گاه در نکنه. خود مهندس دیشب میاد؟ نه میاد. خب اومد یه خبر بده بیام ببینمش. دست گاه در نکنه دایی جان، ممنون، مرسی. باز ما شرمنده کردیم مهندس. سویت ویژه بزنیم رو بزنیم در رو بندم. خب و اما ای خدا یاد گذشته به خیر، دوران خوب و خوشی داشتیم ما اینجا، و خدمت با سعادت رو نرس کنم که از هره جوش بهتر بچه اینجاست. ای خدا وان رو داشته باش، هیچ موقع من از این وان استفاده نمیکنم، وقتی که میام به خاطر که علکی آب مصرف میکنه، نه که آب حروم بکنه، آب مصرف میکنه، و این که چی کاریه دیگه بابا. بعض رو دیدیم بچه ها مثلا میان یه جایی، خب مثلا یا پولی میدن یا پولی نمیدن، مهمان میشن، میان دیگه از همه چی استفاده میکنن، از ته همه چی رو در میارن. ولی من خواهد شخصا اینجوری هم که وقتی حالا مهمون میشم یا حتی جایی میرم هزینه پرداخت میکنم دیگه، بابا به دیگه باید آدم ببخشی. نه اینکه کلمه شعور شاید کلمه درست نیستش که به کار بره، نکن بابا. خب اسراف یعنی چی؟ این رو مهندس تازه گذاشته، چی کاریه؟ خب بابا یه شب میخوای بخوابی تا صبح دیگه، حالا ببین چی میشه. خیلی خب بچه ها، این سویت ویژه اقامتگاه بومگردی کلبه باغ، سقف فلان، تخت، کرسی و دم مهندس گرم. آخه چقدر حس خوبیه پای آدم گرم بشه، همه جاش گرم شده و اون زیر عجیب گرم خوبه. خیلی خوب، بچسبیم کار شما رو آماده کنیم بچه ها. بچه ها تخ گذاشتم زیر این کرسی هشنگ، برای لنگار درست کردم، بعد چایی هم دایی فلاسکو پای چایی کرده با کمرباری. یک چیزی که جالب، این مهندس ما 5 سال اخلاقش عوض نشده. 5 سال پیش هم این پکای بسته بندی شده و خدمت رو هست کنم پلوم این قنده رو به همه مهموناش میداد، الان هم هیچ فرقی نکرده و هنوز با همون استایل و فرم
داره میده مهمونا. بوجور که میدونین دیگه شهر آب نبات ایرانه، یا به قول خیلی از بچه های شهر دیگه شکرپنیر، و اینو میده به همه میده و خیلی باحاله. جاتون خالی بچه ها، خیلی خوش میگذره. پاهات گرم همچی، این شماقه هم قشنگ گردن رو گرم گرفته و خوش میگذره. پاهاتون خالی. تدی، من چند تا یک ویدئو رو که آماده کردم، اومدم توی باقی یک ویدئو بگیرم برای استوری برای بچه ها. دیدم مهندس داره اینجا توی حیط پشتی این چوبه اضافه رو چیز میکنه و اینم نمیدونم چه پدر کشتگی به ما پیدا کرده. بابات با ما خاطره داره. تو یک جوجه ای خب بچه ها، میگن هر اومدنی یه رفتن هم داره. تا جایی که تو حساب بایستان دلی کردم، یه چای خوردم اینجا. فقط من این پشت، این کلبه چوبی رو یک بار به شما تو روز نشون بدم و دیگه از این مکان دوست داشتنی خواهد بسی بکنیم. میدونی چیه بچه ها، بعضی وقتا زیر بار مرام و معرفت یه سری از آدم ها، آدم واقعا میمونه. خب خیلی 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 زیاد بومگردی بودن که من دعوت کردن، نه یک روز، نه چند روز، چند شب، چندین بار، دم همشون هم گرم. اما این مهندس رو، من یه جور دیگه ای مهندس رو دوست دارم و خدا وکیلی حرفی هم که میزنم هیچ منفعتی نداره. حالا یه شب مهمونشون بودم و دارم بیرم، اما چیز دیگه، بفهمید منظورم چیه. این ور اتاقای دوره همی و اتاق لم کرده، این ور کنچوب جزیره و آتش کردم که اون عقب. خیلی خوب، بریم که ساعت 9 خیلی دیر شده. خب بچه ها، من اومدم بوجدور، متاسفانه هیچ کنم بچه ها ندیدم، نه دایی بود نه خود مهندس هم که قاعدتا فقط شبا میاد، بعد زنگ بزن ازش خلافزی کنم. دارم میرم به سمت امارت مفخم و بریم اونجا رو بهتون نشون بدم. یه مقداری هم کف خیابونای بوجنورد، بعدش پشقارداش و بابا امان و اسفیدان و از اون بعدیه سمت مشهد. شهر زیبای بوجنورد سر صبح، شیشه ها چقدر کثیفه. اینجا بایستم از اقل شیشه ها رو به احترام شما تمیز کنم. قبلا هم توی ویدئوهای قبل بهتون گفتم بچه ها، بوجنورد شهری با درخت های قدیمی و خیلی سرانه سبز خوبی داره. بریم خدمت رو از کنم که یه مقدار خیابونان نشون بدم. حتما نوم بگیرم و دیروز بعد جویدم تنبلی میکنم. چند تا سگ رو دیدم اما نتونستم بهشون چیزی بدم و شرمنده. اون روبرو سرای مفخم هست یا امارت مفخم. قبل از این که برم اونجا ماشین رو پارک کردم، گفتم برم روبروی کافه دنچ هست، برم بشم قهوه سر صبح بخورم و بعدشم بریم سمت امارت. یه کافه خیلی دنج و کوچیک و دوست داشتنی. دوستانم دارن زحمت میکشن لاتا آماده میکنن. قهوه رو بخوریم و بریم امارت. چقدر من عاشق این سبک معماری هم بچه ها. قدیم توی قسمت شمال خراسان و اشقاباد و اینا از این تیپ معماری ها خیلی زیاد بود. عمارت مفخم، برم درش رو پیدا کنم، بلیتش رو بگیرم و برم توش. این عمارت زیبایی که داریم اینه، عمارت مفخم. از آخری هم یاد نگرفتم، فقط قبل از ورود بچه ها گفته که بلیت تهیه کنید و بلیت فروشی هم اون روبروه که بعد بریم از اونجا بلیت بگیریم و مثل یه آدم متشخص بریم تو. دقیقا کنار همین گیت فروش بلیت یه نونوایی خلوت هستش که برم یه تعدادی برای سگا نون بگیرم و بریم داخل. خب خدا شکر روزی بچه‌ها هم گرفتم. میگن ندونستن عیب نیست. من فکر می‌کنم اینجا سرای مفخمه، در صورتی که این طرف هم هستش. من بلیت دو طرفه گرفتم، دو طرفه انگار می‌خوام من فرانکفورت نونا رو بزنم تو ماشین و برگردیم به قول معرفی محل رو ببینیم. خب بچه ها، بعد به ورود مجموعه تاریخی فرهنگی مفخم معرف به آینه خانه،
که گفته سال 1300 هجری قمری همزمان با حکومت ناصرالدین شاه اینجا تأسیس شده، که حالا مفصل براتون صحبت می‌کنم. خب این فضا که ماشین‌های اداره میراث اومده پارک کرده از این پلاک قرمزا، گفتم بیام یکم عقب‌تر، عکس توی گوگل خیلی زیاده، اما گفتم یه ویدیو اینجوری براتون بگیرم. خب بچه ها، این عمارت به نام عمارت سردار مفخم بوژنورد هستش که یکی از بزرگترین شاخص‌های معماری دوره ناصرالدین شاه قاجاره که جزء جای دیدنی بوژنورده، تو آثار ملی کشور هم ثبت شده و حالا داخل این مجتمع الان 3 تا موزه به نام مردم شناسی، موزه باستان شناسی و موزه اسناد خطی هستش. این ورودی خیلی ورودی جالبیه، روی این تاق نمادهایی از نقوش اسلیمی و یک تورنج هندسی نقش بسته شده که در وسط آن جدال شیر و اژدها به چشم میخوره. توی فرهنگ باستانی ایران زمین جدال بین شیر و اژدها سمبولی از جدال بین خیر و شر هستش. در این تصویر در حالی که اژدها و اون سمبول شر شیر رو در بر گرفته، شیر همون بنزله سمبول خیر با فشردن گلوی اژدها شر را به آستانه نابودی میکشاند. در کنار جدال بین خیر و شر، حال دو تا تفنگ دار در حالی که روی زانو زدن روی زمین، محل جدال بین شیر و اژدها نشونه گرفتن. چه حس و حالی داشتن این مردم اون موقع. سربازا خودشون میتونن نماد خیر و شر باشن که حالا با هم در جنگ هستن. در قسمت زیر تاق هم که خدمتتون عرض کنم که کاشی ها به رنگ زرد و فیروز لاجوردیه. دو سوی ورودی این جایی که میبینین آینه خانه مفخم، دو تا سرباز مسلح قاجاره که حالا میتونه نمادی از دو تا نگهبان همیشه بیدار با چشمانی گشاد که پیوسته ورودی و خروجی رو کنترل میکنن، حالا مثلا به عنوان مثال تصور کرد. در دوره قاجار عمارت مفخم همراه با بنای دیگری از جمله آینه خونه، کلاه فرنگی، حوضخانه و سردر باغ بزرگ قرار داشته که مجموعه دارالحکومه مفخم رو تشکیل میداده. این بنا در تو طبقه ساخته شده و در مجموع 24 تا اتاق داره که دو تا تالار بزرگ با آینه کاری و کاشیکاری و گچپوری و این هاست و یکی از زیباترین بخش های مجموع هم همه آینه خونه هستش که حالا در ادامه خواهید دید. و این آینه خونه دیوارها و سقفش مزین با آینه کاری و تصویر 134 تن از شخصیت های برجسته عصر صفوی تا دوره قاجار زیر سقف به چشم میخوره که حالا توی ویدئوهای جلوتر خواهید دید. بانیان این عمارت یار محمد خان شادلو بوده که حالا به سردار مفخم معروف بود و معمار اونم احتمالاً ممتحن الملک شقاقی بوده. این آقای شقاقی بعد از تحصیل تو مدرسه دارالفنون به دستور ناصرالدین شاه برای گذراندن تحصیل عالیش میره فرانسه و بعدم حالا برمیگرده. غیر از اینجا کاخهای زیادی رو ساخته که مثلا مدرسه سپه سالار سابق هم یکی از کارهای اونه. موزه اسناد و نسخ خطی هم که در موزه در خدمت واسه آینه خانه این مجتمع هست، علاوه بر اسناد خطی که شامل اوامر، فرمانها، سلنامه‌ها، مباینامه‌ها، اسناد دیوانی، مکاتبات، نامه‌های شخصی و یه سری عکس‌های تاریخی هستش که قدمت برخی از آنها تو به دوره صفوی هم میرسه، یعنی کم علکی نیستن اینها و کم علکی نیستن، یعنی زیاد هم علکی نیستن. در کنار کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های تاریخی هم از اجساد چند هزار ساله توی کوزه‌ها و ظروف قدیمی نگهداری میشه که حالا اون طرف خیابون توی موزه بهتون نشون میدم. سال 96 که 1296 البته یک زلزله بدی توی بوژورد اومد که خیلی به این بنا آسیب زد. خب ببینیم اینجا رو و بریم اون طرف ساختمون رو برام بهتون نشون بدم. خیلی خوب بچه ها، با این خونه فقط میخه این چیزا شدن بچه ها. این تصاویری که کار شده توی آینه کاری ها دقیقا فابریکی هستش، این دقیقا مال همون موقع است و خیلی
بنای زیباییه، حتما دعوت میکنم بیان. این قسمت موزه اسناد و نسخ خطی مجموعه هستش و بیرونم که میرین یه ویو خیلی عالی داره از کل فضای باغ و روبرو هم که اون سرایی هستش که از اینجا قرار هست بریم داخلش. چقدر جالبه بچه ها این تصاویر و عکس‌های قدیمی که داری میبینین، هر کدوم از اینا ممکن یکی از تیر و طایف و اقوام ما باشن. الکی کلاس هم نذارین مثلا بگین این سیاه زنگی مثلا یه وقتی جز با بزرگامون بوده، خدا میدونه. قزاقایی که لباس فرم قزاقی تنشونه، یه بچشمی همی بالا داره بچشمی میکنه و اینکه شاید این مثلا بابا کلون من بوده. از کجا معلوم بابا؟ نه بابا کلون من انقدر با کلاس نبوده که بیاد توی خلافت ناصری. در کل چیز دیگه مثلا این نمیاد تو دهنم حرفش از این چیزا. خب این عمارت آینه خانه اینجا که تموم شد بریم اون طرف. مواظب باشیم که عبور خیابون به چخ نریم. از این گیت باید وارد عمارت مفخم اصلی بشیم. خب از این گیت آمدیم داخل موزه بزرگ باستانشناسی و مردمشناسی استان خراسان شمالی یا بژنورد. یه چیزی بچه خیلی برای من جالبه، من دوستای توریست خیلی زیادی دارم، توریست خارجی. خب بعد اینا یه اخلاقی دارن قبل از اینکه جایی برن، حتی تو ماشین در حال رسیدن به اونجا میشنن توی گوگل کلی سرچ میکنن در مورد حالا قدمت اون محل، تاریخ اون محل، گذشته اون محل، سابقه و چیزه مشابهش. و این همیشه برای خیلی جالب و جذاب بوده که چرا اینا اینقدر وقت میذارن. به هر حال شاید توی عمر آدمی زاد یه سری چیزا تکرارش دوبار امکان نداشته باشه که تکرار بشه و میان کامل در مورد اونجا قدمتش، سابقهش، ویژگیاش، اینا همه میان کامل سرچ میکنن و خبت باز کنم. بعد میرن با یک دید و نگاه خیلی بازی نگاه میکنن اونجاها رو. لباس این دختر کوچولو رو بگیر، لباس چیز ترکمنیه و بهتون گفتم که حالا از بژنورد که به سمت غرب میریم وارد دشت ترکمن صحرا و اینا میشیم و مردم ترکمن توی بژنورد هم خیلی زیادن. خیلی خب اینجا گویا حالت یک مثلا بیمارستان مانند داره کنار این و بریم ببینیم که راهی برای نفوذ به داخلش میتونیم پیدا کنیم. چقدر جای تأسف داره بچه ها که مثلا ببینین جایی مثل اینجا بعد مثلا درهای قفل شده خاک گرفته کثیف داشته باشه، یا مثلا ببینین آخه این چه کاریه مثلا توی نمای عمارتی به این قشنگی که هر توریستی مسافری ممکنه بیاد و کلی عکس و ویدیو و اینا تهیه بکنه که این چیزهایی مثلا دیده میشه، واقعا جای ناراحتی و تأسف داره. آخه این چه کاریه، این همه فضا ممکنه توی این باغ باشه و بیاین مثلا آتشخالا و اضافه جاتا رو مثلا بذارین اینجا، واقعا جای تأسف داره. خب درهای این ور که کلا قفله بریم به سمت اون ور. یه سری تصاویر که من میگیرم برام جذابیت داره، باز خرکیف شدم میشه، شاید اصلا برای شما اهمیتی نداشته باشه و بگین مثلا ایرزا چرا خرکیف شده، ولی من توی خاطرات که توی جوانی و گذشته و بچگی دارم همیشه تو نقاشیام از این سبک معماری خیلی استفاده میکردم، دوست داشتم خونه‌های شیروانی و اینا. و ببخشید دیگه حالا حوصله‌تون سر میره، ولی به هر حال بیشتر میتونیم اینجوری با خصوصیات اخلاقی همدیگه آشنا بشیم. خب بچه‌ها بابت اینجا ورودی گرفتن اما من تمام درها رو بسته و قفل شده میبینم، اصلا مهم نیست آدم تا پرداختی باشه به اینجور جاها پرداخت بکنه، به شرط اینکه صرف اونجا بکنه. متاسفانه خروار خاک همینطور که داریم میبینین، یعنی اگر مثلا ببینین الان در بسته با یه ویو خیلی زشت، اگر مثلا همین هزینه‌های روزانه‌ای که از توریستا دارن میگیرن رو صرف حداقل تمیز نگه داشتن اینجا بکنن، به نظرم خیلی ارزش داره. درا قفل هست و دیگه خودتون توی مملکت میدونین دیگه وقتی یک
آقای آقازاده یکی از این چرت و پرتا بخوان رد بشن، برای همون میان اینجا رو باز میکنن. اینجا هم داشته مرقد مرحوم مغفور و فلان رضوان و اینا، و چی همه چیز میز داشته، اسمش از آخر ننوشتن، فقط کلی در متن و ستایشش آمدن فلان مالی کردن. یه سری سنگ هایی که مربوط مقبره ها هست شما دارین میبینین اینجا، و خب واقع تمیز نگه داشتن اینجا واقع چه اشکالی داره، چه ایرادی داره؟ مثلا چیه این آشغال ها و زباله ها و مثلا متریالی که اینجا اومدین کار کردین؟ این همه این باغ فضا داره و چرا نمیرین مثلا تو یک انباری جایی بذارین و منظره جای خاصی مثل اینجا رو اومدین اینجوری به هم ریختین؟ خیلی خب بچه، درها همه بسته است. موزه باستان شانسی مردم بژنورد هم خدا آمد و ببخشه که این همه چرت و پرت اومدم گفتم در مورد بیکفایتی مسئولین، در صورتی که در این ور باز بوده. مسئولین گی خوردم. ای یارو رو نگاه، جنینی خوابیده، تلاملاش هم باش بوده، تلاش گرده قاعدت هم ور میدارن اینا. اما خب بچه، من دقیقا این نقطه که رسیده بودم پاوربانک گوشی شارژش تموم شد و در رو چرا بستن و مجبور شدم برم پاوربانک رو بیارم و خدمت واسم گوشی رو باید شارژ کنم. خب اینجا موزه باستان شناسی و مردم شناسی شهر بژنورد یا در کل استان. ببخشید همین الان سایلنتش کنم. استان خراسان شمالیه که شما حالا اینجا میتونین با فرهنگ و رسم و رسوم مردم این خطه بیشتر آشنا بشین. حقیقتش خب چون هم وقت کم بود هم پاوربانک اولی شارژ داشت، خواستم از اینجا بگذرم، اما گفتم که حیفه برای خیلی از شماهایی که نیومدین استان خراسان شمالی یا در کل بژنورد، گفتم حیفه که اینجا رو نبینید. چارق ها، کفش ها و تجهیزات حالا کفش دوزی یا سرراجی و چرم دوزی رو داریم میبینیم اینجا توی این قسمت. سقا خونه ای که توی تمام کشور ممکنه باشه، اینجا حالت مذهبی طور داره، کارگاه گلیم بافی هست، چرخ که توی کلات نادر هم اومدین دیدین، و درهایی که کلونایی که حالا آقایون و خانوما فرق میکرد از نوع صدایی که فرکانس صدایی که این کلونا میده، تا میفهمید که مثلا آقا اومده در زده یا خانم در زده. این هم خدمتون عرض کنم که گویا یه مهمون دارن و دارن در موردش توضیح میدن. اینم که اون داستانی که توی بچگی کلی عشق داشتیم که توی این سوراخ‌ها نگاه کنیم، و اینجا هم که بهتون گفتم خیلی از قبایلی که داخل خراسان شمالی مخصوصا توی شرق توی غرب استان هستن عزیزای ترکمن اونن که دیگه از اینجا اقلیمش شروع میشه میره تا گلستان و مازندران اینا. منطقه مان سمرقانم که خیلی از عزیزای ترکمن اون اونجا هستن، و انشالله تو سفرهایی که اونجا خواهم داشت و ولاگایی که اونجا تهیه خواهم کرد بیشتر شما رو معرفی میکنم با فرهنگ و مردم اینجا. اشعار استان خراسان شمالی رو دارین، پوشش زناشون، پوشش خانوماشون، تلم زدن که حالا شیر گوسفند و اینا رو استخراج میکنن. چقدر لباس های زیبایی دارن بچه ها، واقعا دقیقا مشابه اینها توی منطقه کلات نادری یا در کل توی شمال خراسان این پوشش و این سبک و تیپ خیلی زیاده. خب اینجا هم که اقوام کرمانچ هست که از منطقه چنارون و اینا مثلا در اصل همه جا پراکنده شدن اقوام کرمانچ، اما بیس و مرکزشون چنارون و قوچان و شیروان و اینا هست. کلاه کرکی که مربوط به مردم شمال خراسانه،
این ویدئوهایی که من میگیرم فقط هدف این هستش که بچه‌ها بگم چنین جایی هست و شما مثلا با ما مثلا حمام، شما مثلا میتونیم بیاین و به قول معروف با فرهنگ و تجهیزات آقای دکتر هم داریم میبینین که اینجاست و لوازم شیف یا زیبرات مردم توکمک اومان خانوماشون استفاده میکنن و مجسمه ها یا عروسک های دستازی که بچه های ترکمن معمولا با اینا بازی میکنن، آسیابی که آرد گندم آرد میکنه و این سیلوهای گندمی که همه جا توی ایران استفاده میشه و مربوط به خدمت رو هست کنم که قوم خاصی یا مردم خاصی یا جای خاصی نیست. اینجا هم که غرفه آهنگری هستش، نمادی همطور که داری میبینین باستان شناسان عقیده دارن که نخستین آهنگران از اقوام هیتی بودن که در اوایل هزاره دوم قبل از میلاد زندگی میکردن و حالا تو این منطقه هم زیاد بوده چه این گذشته و قدمت و تاریخی. پالون و خورجین اسب و قاطر و اینا رو داریم میبینین و در کل این موزه‌ای هستش که حالا شما مثلا فکر کنم تموم شد، موزه ادوات کشاورزی که دارید می‌بینید، موزه‌ای که خدمتتون عرض کنم بیانگر سبک زندگی کمانچه قاجاری هستش که خراسان شمالی هم خیلی از بابت موسیقی محلی بسیار جای پرقدمت و با قدمتیه. خیلی خوب، اینم از اینو مراسم تخمه گیری از آفتاب گردان و در کل حالا جالبه، یعنی آمدن ممیزی کردن و هر قسمتی رو مثلا بابان مثال اقوام ترکمن توی این قسمت هستن، آهنگری یا مثلا پالاندوزی توی این قسمته. دیگه خبرت رو اصبم که عطاری و صنایع دستی اینجاست و در کل یک محلیه که شما به راحتی میتونید بیاین و با فرهنگ مردم خراسان شمالی بیشتر آشنا بشین. بچه ها این ویدئویی که من از این مزار باستانی گرفتم بخاطر تموم شدن باتری خیلی راحت ازش گذشتم، دقیقا روبروی موزه قرار داره، همطور که داریم این یک محوطه باستانی چلو هستش که مال دوران مسی سنگی و عصر مفرقه و در همطور که داریم این حوالی شهر سنخواست توی شهرستان جاجرمه و حالا تا یک کاوشه که انجام شده خواستم بهتون بگم که چقدر این منطقه قدمت داره و چه این مزارهای قدیمی و باستانی به راحتی میتونیم از توی اینها در بیاریم. بچه‌ها یک خاطره بدی از اینجا توی ذهن من مون، علتش این بود که اینایی که توی گیت بودن من یک دو سری رفتم پاور بیارم و فلان و اینا، اومدن یهو نشسته گیر دادن که آقا چرا تصویر میگیری چرا ویدیو میگیری، گفتم خب من گردشگرم دیگه، راست ثبت وقایع میکنم و بلاگ میذارم، بعد با ریاست هماهنگ بشه و صدا سیما که میخواد بیاد، بعد با رئیس هم گفتم با اون صدا سیماتونه، من که با یک آدمی مثل هزار نفر آدمی که دارم میان. البته برداشت من این بودش که اون موقعی که این حاج آقای گیرداد اتاق شلوغ بود و احتمالا رئیس مئیسی چیزی اتاق بود و آمده مثلا یک خودشیرین مانند طوری بکنه، که حالا امیدوارم این رفتارها با گردشگرها هرچه سریعتر اصلاح بشه. یعنی بچه خدا وکیلی ببین چجوری سر صبح میرینن با حال آدم، اینقدر اعصاب خورد شد بعد این موزه که گفتم بزنم یه کنار بادم حرف بزنم که بابا توی این مملکت راه خود تو داری میری، کار خود تو داری میکنی، سر تو انداختی پایین مثل آدم داری کارتو میکنی، معرفی میکنی شهر رو جای گردشگری، این طرف اون طرف یه دن نشسته باز نیام با آدم گیر میدن. بابا آخه این چه کاری انجامی؟ مکافاتی هستش که من تو تمام شهرستانها و شهرستانهای کوچیک تو تمام سفرام داشتم. علت چیه؟ علت اینه که مثلا تهران، مشهد، اصفهان، شیراز مورد زیاده، ولی اینجاها چون بیکارن مردم متوجه و کسایی که اینجا هستن دنبال کوچکترین مورد، کوچکترین شرایط، کوچکترین نقطه میگردن که یک خودشیرینی پیش حالا چهار تا بزرگتر خودشون بکنن. و بارها برای من این اتفاق افتاده تکرار به جرم آشغال جمع کردن که نه، جمع کردن ماسکای کنار جاده توی ایرخچی من رو اومدن گرفتن دادگاهی کردن، فکرشو بکنین. و این یه موردی هستش که خدا شده حال آدم گرفته میشه و میدونی با آدم بر میخوره. حالا یک جوانی باشه یا آدم با کم سن و سالی باشه، یک کسی باشه که زیر چند سال از سابقه استخدامش گذشته باشه، دنبال مثلا
موردایی مثل این بگرده که بخواد خوشیرینی بکنه، نه دیگه یک آدمی که موی سفیدی داره و حداقل 60 70 سال سنشه و بیاد مثلا حالا اتاق پره، چون من رفتم اومدم اتاق خودش بود و حالا یه نفر دیگه، بعد که این اومد این گیر ناشور داد یه جایی بود که مثلا 7 8 نفر تو اتاق بودن، چندشون کوچلواری بود، بچه که نیستم دیگه. من دقیقاً متوجه شدم که این بابا اومده حالا جلوی 4 تا رئیس اینا بگه آقا من خیلی کارم درسته و گاردم و مثلا نگهبان مجموعه و فلان و اینا، اصلا میاد من میگه که تو تیپت شبیه ایرانیان نیست، شبیه توریستای خارجی. من فکر کردم که خودت به جای ایرانی جا زدی که به جای ورودی 50 تومانی ورودی 4000 تومانی بدی. آخه نمیدونم به خدا تو یه بچه باشی، تو یه جوون باشی، نه یه آدم 70 ساله، تو در ازای سال به سال اون عمرت آدم دیدی و طرف از دور ببینی باید بفهمی که این ایرانیه، توریسته. یعنی دیگه توجیهای علکی اعصاب خورد کن. و اینکه به حال ببخشید ریده شد و اعصابم و گفتم یه گوشه وایسم حرفم بزنم بگم بابا سر اون این آدم انداختیم تو این همه مکافات و مشکل و درد و مرگ و فشار اقتصادی و فشار فرهنگی و فشار همه چی نشستیم، دلمون میگه خوش شده که دو روز اون خراب شدهمون بزنیم بیرون، یک آب و هوای عوض بکنیم، شماها رو همراه بکنم. آقا من که الان اومدم اینجا دارم برج رو معرفی میکنم، چه آتش چه هیزومتری به شما دارم میفروشم، دارم چهار جا رو معرفی میکنم که آقا اگر مسافر اومد بفهمه که این شهر شما چقدر شهر با قدمتی هستش و چه گذشته ای داره، بیان ببینن، کمک بشه به رونق گردشگری. همون 4000 تومان یا 50 تومان که از توریست خارجی میگیریم به حال خودش باعث بشه. واقعا دیدین که بچا چقدر آشغال بود توی تراسای این مجتمع و زشت. اگه یک توریست یک مسافر چیزی الان مثلا بیاد چی با خودش در مورد صلاحیت اداره گردشگری این استان فکر میکنه؟ خب نکنین این کارو، به خدا بده، به خدا خوب نیست. برای همین هستش که اینجوری جامعه گردشگری ما داره به قهقرا میره. و نه اینکه من کسی باشم، من آدم این باشم، حداقل قدر بدونین وقتی کسی از کارش زندگیش زده اومده که این شهر رو معرفی بکنه، به عنوان یک مسافر، به عنوان یک توریست اومده اینجا رو داره معرفی میکنه، به خدای رفتارای درست نیست. امیدوارم که این ویدیو رو ببینن کسایی که این رفتار رو امروز با ما کردن. و من اول که رفتم بلیت بگیرم دیدم این دونن صحبت میکنن، یکیشون از یکیشون پرسید که ساسکاچوان چیه، بعد دیدم هیچ جوابی نداره، گفتم یک قبیله سرخپوست توی آمریکای شمالی هستش و یک ایالتی هست، یک شهر و قسمتی هست اینا ساسکاچوان که مثلا اونجا حالا مثلا در گذشته این اقوام سرخپوست مثلا زندگی میکردن و اینا. حالا روی همین مسئله شاید اینا آمدن فکر کردن که اینی که این اطلاعات اومده داره نکنه خارجیه، نکنه توریسته، به خدا نمیدونم هنگی هم. یعنی بعضی وقتا بعضی از رفتارا رو آدم توی شهرستانو از یک سری آدما میبینه که تا فیا خالدوش به خدا میسوزه. نکن بابا، به خدا زشت این رفتارا، اونم از آدمای سن و سالداری مثل شماها.